درود بر شما. من داریوش هستم، داریوش نمازی، از ایران تهران. حدود 10 ساله که ترکیه هستم. به خاطر مشکلاتی که تو ایران برام به وجود اومده بود مجبور شدم بیام ترکیه و اینجا پناهنده بشم. مسلمان زاده بودیم دیگه، یعنی تو ایران اکثریت قریب به اتفاق مسلمان و مسلمان زاده هستن. ولی همیشه برای من، شاید از یعنی نوجوانیم، 14-15 سالگیم، خیلی سوال ها برام بود که پاسخی براش نداشتم و از هیچ کسی هم نمیتونستم جواب بگیرم، که یه مقدار پا تو سنگ گذاشتم. 23-25 سالگیم که چند سالی هم از انقلاب اون موقع گذشته بود، سعی کردم از روحانیون پاسخ سوالاتم رو بگیرم، ولی هیچ موقع اون چیزی که برام قابل قبول باشه ازشون نشنیدم. و این بود که یواش یواش فاصله گرفتم، شاید یعنی تا اون موقع گهگاه، نه همیشه، توی تکیه هم میرفتم، ولی کسایی رو میدیدم اونجا هستن و یه جورایی خیلی شدید خودشون رو به امام حسین چسبوندن و فلان، که مطمئن بودم، یعنی میدیدم که از نظر شخص من حداقل قابل قبول نبود، ولی خب بودش دیگه. دیدم من نمیتونم با اینطور عقاید که انقدر درو هستن و فلان بتونم باشون کنار بیام، که از اون موقع دیگه، از همون 25 سالگیم دیگه پامو تو مکانه مذهبی اصلا نذاشتم. خب خیلی رو میدیدم، به خصوص کسی که از رفقای خودم بودن، که اینا توی تکیه و موقع مراسم مذهبی سینه میزدن و تو خیابون میومدن سینه زنان و فلان، ولی تمام فکرشون به خیابون بود، به این طرف اون طرف. حالا نمیخوام زیاد باز بکنم، ولی به خاطر عقاید مذهبیشون نبود که میومدن اونجا، برای اینکه خودشون رو یه جور نشون بدن و یه استفاده هایی که با تکیه رفتن گیرشون میومد بگیرن. ولی من اصلا دوست نداشتم یه همچین عقایدی رو. ترکیه که اومدم اینجا با مسیحیت من آشنا شدم. دوستی داشتم که اون یه بار منو دعوت کرد کلیسا، که گفتم اون که میام، که رفتم اونجا، که پیش خودم فکر میکردم اونجا یه مسجدیه مال مسیحیاست، مسجد مسیحیاست ولی اسمش کلیساه. که رفتم اونجا، صحبتی که میشنیدم خب خیلی قشنگ بود. تو مسجدم یه موقعهایی میشنیدم از این چیزا، ولی تو کلیسا فرقش این بود که با خیلی از کسایی که اونجا بعداً بیشتر باشون آشنا شدم، دیدم بیرون هم اینا همون چیزی که اونجا هستن همونن تو کلیسا، ولی کسایی که تو مسجد باشون یا تو تکیه اینا رو میدیدم، تو تکیه و بیرون تکیه 180 درجه فرق میکردن. یعنی پول کسی رو بخورن و به
ناموس مردم نگاه کرده، اینا براشون هیچ مشکلی نداشت. ولی تو کلیسا خوشبختانه یه همچین چیزایی رو یا ندیدم، یا اگر میدیدم فوق‌العاده پایین بود. یعنی عقاید اونا خیلی برام محترمتر و قابل قبول تر بود. که یه مدت خب رفت آمد کردم، بعد یواش یواش واقعا کشیده شدم و قلبم رو به مسیح دادم، اجازه دادم که به قلبم وارد بشه. و نمیدونم حدودا احتمالا یک سال بعد از اینکه تو کلیسا رفت آمد داشتم دیگه واقعا مسیحی شدم، چون خیلی پاک بود، خیلی چیز مثبت دیدم ازش. خیلی از ایران که اومدم دیگه به هیچ دینی باور نداشتم. من پیش خودم فکر میکردم که بهترین دین دین اسلامه، که اینجوریه. بقیه ادیانم یه چیزی مثل همین این هستن. ولی میگم بعد از آشناییم خیلی چیزا تو وجود خودم کلا به وجود اومد. یعنی مسیح گفته بود که دیگران رو ببخش. این بخشیدن با یه سری تو ایران من مشکل داشتم، با یه تعداد آدم ها. و این شبا میخوابیدم همیشه تو فکرم بود که اگر دستم به جایی برسه، اگه قدرتی پیدا بکنم، آنچنان اینا رو من بچزونمشون که فلان و فلان. اینا خیلی براشون نقشای منفی کشیده بودم که اگر بتونم هر کاری که هر کار منفی بتونم راجبه اینا انجام میدم. ولی مسیحیت اینو از قلب من پاک کرد. الان با هیچ کدوم اونها هیچ مشکلی ندارم، از همشون گذشتم و همشون رو بخشیدم. واقعا با تمام قلب این کارو کردم. یعنی از اون اول هی میگفتن که ببخش و فلان، من پیش خودم فکر میکردم خب مگه میشه این اشخاصی که این همه بلا سر من آوردن ازشون بگذرم؟ ولی بعد دیدم نه، واقعا میشه. وقتی هم که این کارو کردم خیلی آروم شدم. یعنی حداقل برای آروم شدن خود من خیلی تاثیر مثبت داشت و شبا دیگه خیلی راحت میخوابیدم. دیگه فکر نمیکردم که اگر دستم برسه با فلانی فلان کارو میکنم. نه، حالا شاید باش دوستی نکنم دیگه، ولی دشمنی با هیچ کس من ندارم دیگه مطلقا. که اینا رو مسیحیت برای من خیلی آسون کرد که چطوری با خودم کنار بیام، چطوری همسایم رو مثل خودم بدونم، مثل فرزند خودم بدونم، مثل برادر و خواهر خودم بدونم. مسیحیت اینا برای من باز کرد و یه سری تجربیات توی زندگی من بود که زیاد مثبت نبود تا وقتی تو ایران بودم، ولی اینجا اومدم واقعا خیلی چیزا رو تونستم یاد بگیرم که بیشترش هم میگم از طرف خدای زنده‌مون بود که به قلبم وارد شد.